جناب احمد فراستی سخنران بعدی ما هستند. درود بر شما جناب فراستی و سپاسگزارم که دعوت حزب رستاخیز ایرانگرایان و جنبش رنسانس ایرانی رو پذیرفتید و برای این سخنرانی تشریف آوردید. قرار هست جناب احمد فراستی در خصوص جنایت‌های سازمان مجاهدین و کشتارهایی که اونها انجام دادن سخنرانی بکنن. خواهش میکنم گویان پیشگاهتون بفرمایید. با سپاس از سرکار همه سروران بزرگی تشریف دارن و عرض ادب و احترام و درود خدمت همگی. عرض کنم که من یکی دو نکته دیگر هم از فرمایشات جناب شاهین نژاد میخوام بپردازم و اونی که در همون جنگ گرگان که فرمودن دو تن از کسانی که در اون جنگ بودند و اون کسی که وعده داد که یک نفر رو نمیکشه حتی آقایان حسن و حسین فرزندان علی هم در اون جنگ حضور داشتن و در همون کتاب هم که فرمودن نوشته شده. و اما ماجرای خودعه هم من یک کوتاه عرض کنم حضورتون که در جنگ خندق دو سپاه در روبروی هم قرار گرفتند و سپاهیان ابو سفیان و دار و دستش بر سپاهیان محمد که خب طبیعتا علی هم جز اونها بود و قرار شد که با همدیگر بجنگن، منتها اول باید پهلوانهای هم با هم جنگیدن و علی پری به طرف اون سمت و قرار بر این بود که فقط یک نفر در مقابل یک نفر بجنگه و زمانی که از خندق پرید به اون طرف رفت، طرف مقابلش هم که اومد که الان اسمش هم چندان مهم نیست، در حین شمشیر دادن یک باره علی برگشت گفت که قرار بود یک نفر باشه، بس اونایی که پشت سر طرف تا برمیگرده نگاه کنه که ببینه کیو میگه، پای اسب قطع میشه، چون علی عاشق پای اسبا بود که بزنه، پای اسب قطع میشه و طرف میفته زمین، علی میشینه رو سینش و با خنجری که در دست داشت میدره او رو و پهلوی او رو میدره و او به جان کندن میفته. بعد از اینکه این کار تموم میشه و علی بر میگرده دوباره سر جاش، یکی از نزدیکانش میپرسه تو چرا چنین کاری کردی؟ تو که کسی پشت سرش نبود. گفت من خودعه کردم. این واژه خودعه از آنجا رسم شده و داخل دین واپسگرای اسلام شده. بعدی باز میخواستم این دوتا چیزی هم که بلدم بگم، بعد در مورد مجاهدین هم صحبت خواهم گفت، اما در اینجا اشاره چون شد که یه راجب 28 مرداد هم سخنی گفته بشه، باید به عرض برسونم که در 28 مرداد اتفاقات بسیاری افتاد، ولی من از سر کلاه بر میدارم برای آقای شعبان جعفری که در اون تاریخ درگذشت، چیزی که بهش اتهام زده بودن که تو آمدی و لاتبازی در آوردی و شاه رو آوردی، در حالی که آقای شعبان جعفری تا ساعت 4 بعد از ظهر در زندان بود در اون روز 28 مرداد و در اونجا ساعت 4 از زندان آزاد میشه، ولی این آدم انقدر با کمال و معرفت بوده که میگه اگه من رو آزاد میکنید همه اون کسان دیگری رو که مصدق به زندان انداخته در 9 اسفند سال 1331 اونها رو هم با من آزاد کنید، چون ما گناهی نکردیم، من خودم حقوق بگیر آقای مصدق بودم، ولی چون از طرفدار آقای کاشانی بودم و کاشانی با مصدق بد شد و همین جهت دستور داد ما رو دستگیر کنم و الانم تو زندانم. عرض میکنم که در 28 مرداد که این اتفاق افتاد، قبل از اون آقای کاشانی و مصدق متفقا با هم بودن و با هم به اصطلاح سیاست های داخلی رو میگردوندن، ولی حتی تا جایی که کاشانی، آیت الله کاشانی از آقای مصدق خواهش میکنه که برای آقای شعبان جعفری یک کاری رو، یک عملی رو انجام بدید و کمکش کنید و آقای دکتر مصدق رسما به راحل دولتی ایران مینویسه که مصدق رو استخدام کنید با ماهی 300 تومن. 300 تومن اون زمان پول
سرگور سرهنگ بود. و به همین جهت بعد از اینکه آیت الله کاشانی رو برمیگردونه از مصدق، طبیعتا آقای شعبان جعفری هم رو برمیگردونه. و به هر حال فقط خواستم یک یادآوری کرده باشم در این زمینه. خواهد جناب فریدون مثل که فرمایشی دارن، اگر من بخواید قطع کنم جناب فریدون جناب فراستی ادامه بدید این همایش هست. اگر پرسشی دوستان داشتن در هفته آینده تو آدینه میتونن بپرسن و پاسخشون رو بگیرن. بفهمید خواهش میکنم. به هر حال من کوتاه خواستم در مورد، چون فرمودن که در مورد 28 مرداد در 14 مرداد صحبت هستش، به همین جهت این نکاتی که به نظرم در این زمینه رسید خواستم به عرض سرورانم برسونم که استاد هستن همشون، شکی درش نیست. ولی ببخشید اگر من یه مقداری فضولی کردم و اینگونه به عرض سرورانم رسوندم که چه اتفاقی هم در اون زمان افتاده. و اما بله، سخن من قرار بود که من در مورد مجاهدین صحبت کنم. من به شعور جمعی رجوع میکنم و اینکه از این سازمان، از این گروه، از این دار و دسته شما یک عمل مثبتی میتونید در ذهنتون بارور کنید که اینها در تمام این مدت 50 سال انجام داده باشن. 51 سال، 51 سال، آیا 52 سال، آیا چیزی به نظرتون یک کار مثبتی، یه عملی که به نفع مردم ایران باشه؟ نه، به عقل جمعیتون رجوع کنید، فکر کنید روش. اینها جز دیل از این که از ابتدا شروع کردن به دستبندی، بانکزنی، کشتار، قتل، آدم کشی، بمبگذاری، مگه کار دیگری انجام دادن؟ در زمان قبل از بلوای 57، خب اینها در تماما در فکر کشتن آدم بودن، حتی دوستان خودشون، رفقای خودشون رو میکشتن، که دو نمونهش همون مجد شریف واقفی و غیره. ولی از هر ماموری رو حتی همین خود آقای رجبی هم خیلی هنر کرده بود، رفته بود با اسلحه پاسبانی که تو جبهه اولی کیوسکی بود، که پاسبانی رو حد کلانتری میستاد، بیگناه زد، اونو کشت و به عنوان یک مبارزه ازش اسم برد. از یک پاسبانی که با بوق بسیار کمی جانش رو گذاشته بود برای مملکت خودش. و این آقا، یعنی همون جناب رجوی، با این جنایت خواست که بگه من هم بله کارهای بلدم. یاد چیزی افتادم، حرفی افتادم که مطلبی افتادم که باید عرض کنم. یک سرگردی بود به نام سرگرد مجیدی، تازه بلوا شروع شده بود، یک مقداری جنایتکار بزرگ خمینی به اصطلاح چیره شده بود بر مسائل خودش. و در اونجا سرگرد مجیدی که رئیس کلانتری دو بود، آقای موسی خیابانی، یار و غار جناب رجوی، موقعی که این صبح ساعت 7 داره بچه های 7 ساله و 5 سالش رو میبره کودکستان و دبستان، در اونجا با تیر از پشت میزنه سرگرد مجیدی رو میکشه. و این رو میاد به جز افتخاراتش در محفل هایی که با هم دیگه داشتن بیان میکنه و تعریف میکنه. ولی من در اینجا حالا نمیخوام آمار اینها رو بدم، چون شما سروران خیلی خیلی بهتر از من ممکنه بدونی که اصلا اینا چجوری به وجود اومدن و تخم و تده نهضت آزادی آقای بازرگان و آقای طارقانی و آقای صحابی بودن و یدالله صحابی و از اون گروه اومدن بیرون و هر کدومشون هم در یکی از شعب اسلامی هم عضو بودن و فعالیت میکردن. و پس از ماجرای تروریستی سیاه کرد، اینها هم به این فکر افتادن که چرا ما پس گیر کردیم و شروع نکنیم، تماما به خاطر اینکه بتوانند قدرت رو در دست داشته باشن، هم از خمینی بگیرن و هم از احتمالا کمونیستا. و به همین جهت اینا آغاز کردن پس از 19 بهمن 1349، اینها هم آغاز کردن که بتونن عملیات های نظامی انجام بدن. از کارهایی که کردن، خب به تو کار احمقانه ای بودی که میخواستن والا حضرت
شهرام پهلوی پسر اشرف پهلوی رو بدزدن که حتما سروران میدونن، ولی خب من ناچارم تکرار کنم که ماشین به پای منطقه خیابونه یه فکر میکنم که ایران شهر یا روزولت بود، با فریاد و داد و بیداد تونست جان ایشون رو نجات بده. بعد همون آقای شعبان جعفری که من عرض کردم خدمتون، معمولا روزها صبحها عادت داشت که میدوید در دوروبر منطقه یه ورزشگاه خودش خیابان اطراف، و در اونجا بهش تیراندازی کردن ولی خوشبختانه بهشون اصابت نکرد و جان سالم به در بردن. در همون زمان ها بود. بعد آمدن در تأسیسات برق تهران برای که اخلال کنند در جشن های 2500 ساله شاهنشاهی، در امرداد سال 1350 اونجا بمب گذاری کردند که خب خوشبختانه بچه های اداره من، اداره ما هوشیار بودند و توانستند پیشگیری کنند. در سال 51، دوباره یک سال بعد، خرداد 51، یک جنرال نیروی هوایی به نام هارولد پرایس رو در تهران کشتن، بهش سوءقصد کردن. ضمن اون یک جیپ ارتشی رو هم در همون تا در 8 مرداد 51 با آتش کشیدن. در این زمان آقای ملک حسین پادشاه اردن که تقریبا همواره به ایران می آمد و می رفت، آمدن را یک انفجار در بمبی در سفارت اردن در تهران گذاشتن به عنوان اعتراض به حضور پادشاه اردن جناب ملک حسین. و پس از اون هم تیمساد طاهری از ارتشیان بسیار با شرف ایشون رو کشتند و ترور کردن. در دفتر شرکت نفتی شن لاوان اونجا هم یک بمبی گذاشتن که باز منفجر خدا رو شکر نشد، یعنی قبل از انفجار به وسیله سوهای خونسا شد. در دفتر اون شرکت در 6 بهمن 51 بود. در اعتراض با نقش رژیم شاه در مناقشات جهانی از 6 تا 14 بهمن 51 بمب‌هایی هم در دفتر رادیو تلویزیون ملی ایران و دفتر هواپیمایی پانامریکن آمریکا قرار دادند و در اونجا هم بمب‌گذاری کردند که خوشبختانه باز هم اتفاق خاصی نیفتاد. 7 بهمن هم در کافتریای هتل اینترناسیونال در تهران بمب گذاشتند و 5 خرداد هم در کارخانه نساجی مشهد. 13 خرداد یکی از مستشاران آمریکایی رو که با بدبختی و زحمت ما میتونستیم بکشیم به کشورمون و در اونجا از تجربیاتشون، از داده هاشون بهره ببریم، برای ارتش ایران به اسم لوئیس ال هافکینز، اون رو در 13 خرداد 52 ترور کردن. بمبی رو رفتن در سینمای شهر فرنگ در طبقه بالاش گذاشتن که خوشبختانه در مشهد ببخشید در سینمای شهر فرنگ مشهد گذاشتن که خوشبختانه آسیبی وارد نشد و جان کسی از بین نرفت. بعد در 52 سلطان قابوس، خب همیشه یکی از طرفداران کشور ما بود هم بود و ما به اوشون خیلی هم کمک کردیم، مسئله زفار و غیره و غیره، برحال اونها اومدن یه بمبی در مسیری که تا میدان شهریار می اومد و ضمناً دفتر شرکت انگلیسی کری اون مکنیت سفارت انگلیس و دفتر شرکت پانام دوباره در اسفند 52 گذاشتن. در 1 اردیبهشت 53 در دانشکده صنعتی آریامهر گذاشتن. در 4 خرداد 53 ببینید اینه که من عرض میکنم خدمتون، شاید آماری باشه که سرارانم کمتر داشته باشن، ولی من فقط از کشتار و قتل و آدم کشی های این آقایون مجاهدین عرض میکنم و ممکنه کمی طولانی باشه و همجهت خیلی فهرستوار میگم خدمتون، ولی برای هر کدومش میتونم ساعت ها حرف بزنم. در 29 خرداد 53 در پاسگاه ژاندارمری کارواز سرازنگ بمبی منفجر شد که بازم خوشبختانه کشداری نبود. در 6 تیر ماه 53 در نمایشگاه شرکت ایرانا که کاشی ایرانا می ساختن و همینجور در تأسیسات کارخانه برق ایرانا و همینجور انفجاری در تأسیسات کارخانه جیپ لندروور به فاصله چند روز یا همزمان گذاشتن. کیسینجر که
وزیر امور خارجه آمریکا بود، به ایران مسافرت کرده بود، در دفتر کمپانی چند ملیتی آیتیته و شرکت صنعتی و کشاورزی نراقه و شرکت بیمه جان دیر بمب گذاشتن و منفجر هم متاسفانه شد. در 21 اسفند 1953 به مناسبت چهارمین سالگرد چند تروریست به نام های محمد رضا میرصادقی و که طی عملیاتی با عملیات محمد میر محمد صادق سرهنگ زندیپور که من اینجا تصحیحش باید بکنم بگم تیمسار زندیپور رو در خیابان فرح متوقف کردن و تیمسار زندیپور رئیس کمیته ضد خرابکاری و رانندش رو کشتن. و در تاریخ 14 تیر ماه 54 هم تیم عملیاتی رو به روی سفیر آمریکا که دونالد ایرونر اسمش بود آتش گشودن، اما یا خوشبختانه یا متاسفانه در سفیر جان سالم به در برد، ولی شخص دیگری که کارمند ایرانی سفارت آمریکا بود کشته شد. و اتفاقا این کارمند ایرانی از به اصطلاح نفوذدادگان خود سازمان مجاهدین به داخل سفارت آمریکا بود. و در ادامه این عملیات بمبگذاری ها در تیر ماه 54 هم در کنسولگری انگلیس در مشهد بمبی رو منفجر کردن. در 21 آذر 54 هم به جان رضا خالقی که خود کارش این بود که راننده بود، راننده دربار بود، ولی چون راننده دربار بوده همون گونه که این اسلامی ها هم آمدن و یک کلفت، یک خدمتگزار دربار کاخ صاحب قرانیه رو دستگیر کردن با همین آقایی که الان رئیس سپاه پاسداران خودشون هم هستش. این خانم مسنی نزدیک دوره بر 60 سالش بود، گرفتن و با زجر اون رو کشتن که تو چرا مستخدم دربار هستی، مستخدم کاخ فلانجا هستی. برای 6 شهریور 55 هم کارمند کمپانی آمریکایی راکول اینترنشنال رو ترور کردن و همینطور ویلیام سی کاترل کارمند کمپانی آمریکایی راکور اینترنشنال رو همون روز کشتن. در آرامگاه رضاشاه بزرگ بمبگذاری کردن که جناب سعید شاسوندی از مرکزیت سرباز مجاهدین این مورد رو جزی از افتخارات خودشون میدونن. برحال کارهای دیگه کردن در شرکت نفتی بریتیش پترولیوم، در آژانس هوایی بریتیش پترولیوم، به چند بانک در تهران و اصفهان حمله کردن، اداره مهاجرت یهودیان رو منفجر کردن، منفجر کردن دفترهای تلگراف و تلفن و بمبگذاری در فروشگاه بزرگ فردوسی. خب این کارنامه ای هستش که از اینها در این فاصله 6 سال وجود داشته و ایران هم من عرض نمی کنم، سواک عرض نمی کنه، خودشون نوشتن، خودشون گفتن که ما این قهرمانی ها رو در این زمان ها داشتیم و ما تونستیم اینجاها رو منفجر کنیم، این آدم ها رو بکشیم و از بین ببریم. ولی باز هم تکرار میکنم، آیا نگاهی بکنیم به این رویدادی که پیش اومد از سال 44 به بعد و بعد عملیات تروریستی از سال 50 و 40 به بعد، آیا ببخشید 50 به بعد، آیا یک کار مثبت از این تروریست ها، فرق نمی کنه ها، تروریست های مذهبی باشن، تروریست های کمونیست باشن، کار مثبتی آیا انجام دادن جز قتل و آدم کشی و دیوانه کردن بدبخت مردم بیچاره بی پناه و بانکزنی و از دوزتون که این قبیل کارها و ایدئولوژی های اینترناسیونالی برای همه جهان، هم کمونیست ها میگن ما باید اینترناسیونال باشیم، هم اینها میگن ما باید اینترناسیونال باشیم، و بعد هم همش برای کسب قدرت بود که اول با خمینی میسازن، بعد میبینن بهشون قدرت ندن، خمینی رو ترک میکنن، بعد میرن به کشور فرانسه، بعد کشور عراق، از اونجا پس از جنگ ایران و عراق به ایران حمله میکنن، به مملکت خود. شما دیدید که ایرانی تا کدام کشور به خاک خودش حمله میکنه و آدمهای مملکت خودش، رئیس ثبت اسناد کرمانشاه رو، شهاباد غرب رو، چون رئیس ثبت اسناد بده باید دارش بزنن. یعنی من بالاتر از این وحشیگری ها چیزی سراغ ندارم بگم. واقعا
اگر قرار بشه، من نظرم اینه، اگر قرار بشه روز اینها بیان بر مسند کار در کشور قرار بگیرن، من شرف این آخوندها رو به اونها ترجیح میدم. موجوداتی هستن که ببینید معدل سنیشون که همشون بالای 60 ساله اون تعدادی که موندن، غیر از این که افراد جوونشون هم نوه هاشون که فرستاده بودن 2000 بچه را از پدر و مادر جدا کردن فرستادن کل، و بعد نوه ها پدر مادر بزرگ ها اومدن چند تنش رو بردن ایران و اونها رفتن در دستگاه های مختلف همین جمهوری اسلامی استخدام شدن. و مگر غیر از این که اسناد بوم های اتمی کشور ایران رو، اسنادی که می‌خواستن شبکه‌های اتمی بسازن یا بمب‌های اتمی بسازن به اونها دادن، مگر غیر از این که دانشمندای ایرانی رو به دستور اسرائیل با نقشه و به اصطلاح همه امکانات کشتند و از بین بردند. بنابراین من تصور نمی‌کنم در تاریخ جهان جهانی‌تر از اینها وجود داشت.